بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که درباره خواص بلا، آثار بلا در زندگی انسان صحبت کردیم. موضوع بحثمون این بود که انسان هر چقدر ایمانش بالاتر میره و هر مقدار که به خداوند تبارک و تعالی نزدیکتر میشه، بلای او هم افزایش پیدا میکنه، مصائب زندگی او هم افزایش پیدا میکنه. نکته که باز قابل عرضه هست، تذکر میدم که بهش توجه بکنید، این هستش که ممکن است یه نفر فکر بکنه خب خدایا اگه من بشی تو عزیز هستم و به تو نزدیک هستم، چرا بهم باید سختی بکشم؟ اگه نفر عزیزتره چرا باید سختی بیشتری بکشه؟ هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. چرا این تقرب مساویه با بلا هست؟ اگه ما تقرب داشته باشیم، معمولا وقتی که یه نفر پیش یه نفر عزیز میشه، بیشتر مورد چی قرار میگیره؟ محبت و اکرام و احترام و آسایش و اینها. معمولا کسی رو دوست داره، راحتی او رو میخواد، آسایش او رو میخواد، خوبی او رو میخواد، عافیت رو میخواد برای او. چرا وقتی که انسان به خدا نزدیکتر میشه عافیت کم میشه، سختی ها زیاد میشه، مصائب و بلاهای متنوع سر انسان میاد؟ این از کجا ناشی میشه؟ چه جور میشه که انسان این همه سختی باید بکشه وقتی که داره تقرب پیدا میکنه؟ ببینید، این به انسان شناسی ما مربوط میشه. اگر ما انسان شناسی رو اونجوری که اسلام معرفی کرده بشه پردازیم، جواب این سوال رو خیلی خوب میتونیم پیدا کنیم. اگر اون انسانی رو که اسلام معرفی میکنه بهش توجه نداشته باشیم، خودمون رو غلط ترجمه بکنیم و تفسیر بکنیم، اینجور جاها خیلی جاهای دیگه هم هست که انسان دچار تناقض میشه در دین و دین رو درست نمیفهمه، نه آیات رو درست میفهمه، نه روایات رو درست میفهمه، نه دین رو درست میفهمه، بعدم بدگمان میشه، بدبین میشه به خداوند تبارک و تعالی. ببینید، ما توضیح قبلا اینو دادیم که در وجود ما یک جنبه الهی هست نام فطرت که از خداست، و یک جنبه طبیعی و حیوانی هستش که اون طبیعت ماست، مربوط به زمینه، مربوط به آسمان نیست، چیزیست که متعلق به دنیاست. این که انسان وقتی که پیش خدا عزیز میشه بلاهاش هم زیادتر میشه، دقت کنید که این بلاها به کجا تعلق میگیره؟ به خود حیوانی و طبیعت، یا خود الهی و فطرت، به خود طبیعی و حیوانی ما تعلق میگیره، نه به خود انسانی و الهی و فطرت ما. یعنی انسان هر چقدر عزیزتر میشه، اون جنبه حیوانیش، اموراتی که مربوط به کمالات جمادی و نباتی و حیوانیش هست، آسیب میبینه یا سختی میبینه. اینم لازمه یه تقربه. خوب دقت بکنید، لازمه یه تقربه. چون انسان نگاه کنید، این پوست طبیعت بهش چسبیده، توی قبر طبیعت انسان دفنیم ما، توی قبر طبیعت، و وقتی که میخوای از این پوست در بیای سختی داره، گرفتاری داری، پوستو که میخوان از ما بکنن دردمون بیشتر میاد. اما هر چقدر این پوست طبیعت کنده میشه، اون فطرت از توی اون پوست چیه؟ در میاد و میاد و بالا شکوفاتر میشه. در واقع این دردی که ما داریم میکشیم و سختی ها و مصائبی که داریم میکشیم، این من نیستم، بلکه جنبه طبیعی و حیوانی من هست که داره این سختی رو میکشه، نه اون جنبه ای که از خداست، نه اون بُعد الهی من. برای همین هم وقتی که من دردم میاد، یعنی شما وقتی که این بلا سرتون میاد، این سختی ها میاد، در عین حال داری تقرب بیشتری پیدا میکنید. وقتی تقرب بیشتری کردی، بلا باز بیشتر میشه. بلا بیشتر میشه یعنی چی؟ چون خدا وقتی دارید بهش تقرب پیدا میکنید، داره شما رو میکشه به سمت کی؟ به سمت خودش. وقتی داره از به سمت خودش میکشه شما رو، داره از تو چی درتون میاره؟
اتو چسبندگی ها و قبر طبیعت، قبر کمالات جمادی، قبر نباتی، قبر حیوانی داره میکشه شما رو بیرون. این کشیدن بیرون درد داره دیگه، اذیت میشه انسان. دلبستگی های جمادی، دلبستگی های نباتی، دلبستگی های حیوانی زجرآوره. انسان باید بکنه تعلقاتش، بکنه تا یواش یواش شبیه خدا بشه، چون قراره یه موجود تبدیل به یه موجود دیگه بشه، یه چیز دیگه بشه. انسان قرار تشبه به حق تعالی پیدا بکنه، یعنی اون خود ضعیف فطری او میخواد قدرتمند بشه. خب این خیلی طبیعیه که این سختی به وارد میشه بهش. اگه قرار باشه خود فطری ما توی دل بستگی های جمادی و نباتی و حیوانی ذوب بشه، غرق بشه، هیچ وقت دیگه رویش نمیکنه. مثل یه دانه است که زیر زمین میمونه، هیچ وقت همیشه میمونه، هیچ وقت نمیخواد در بیاد، اونجا میپوسه و میمیره. اما وقتی که بخواد بیاد بالا، خب سختی داره دیگه. ببین یه دانه رو شما نگاه بکنید، وقتی میخواد تو دل زمین بیاد بالا، اول از این اون خود دانه شکاف برمیداره تو زمین، یعنی این پاره شدن زیر اون همه فشار، له شدن و پاره شدن زیر اون همه فشار یه مصیبتش هست. بعد وقتی که این دانه شکافته میشه، شکاف دانه پیدا میشه، از تو دل اون گل، اون گیاهی که قرار رویش بکنه، باید این زمین و آسفالت و نمیدونم گل و لای و فشار، زیر این فشار بیاد بیرون، بیاد بیرون تا برسه به بالا. یعنی خروج چیه؟ خروج یخرج هم من از ظلمات الی نوره. از خروج از تاریکی در داره دیگه، چون حرکت از ظلمات الی نور هستش. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من از ظلمات الی نور، از تو تاریکی در میاره. خب شما وقتی این مسیر رو با طی کنی، مسیر تاریکی رو بخوای طی کنی، خب درد داره. هر حجابی رو که انسان بخواد پاره بکنه، زحمت باید بکشه. از هر حجابی که بخواد در بره و نورانی بشه، به خدا و نزدیک بشه، خب معلومه که باید فشار تحمل. لیس للانسان الا ما سعا، اونی که مال انسان هست نتیجه سعی و تلاش خودشه. هر چقدر زحمت بکشی نتیجه میبری، نابرده رنج گنج میسر نمیشود. پس دقت بکنید وقتی میگیم مؤمن شدت ابتلا داره، که نگه کسی نگه پس اگه من پیش امام زمان عزیزم، اگه من پیش خدا عزیزم، چرا باید سختی بکشم؟ این دو تا منه، دقت کنید، ما با یه من میخوایم مشکل حل کنیم. ببین من میگم اگر من پیش خدا عزیزم، چرا من باید سختی بکشم؟ در حالی که من اول با من دوم چیه؟ فرق میکنه. وقتی ما حواسمون نیست که این دوتا من فرق میکنن با هم، فکر میکنیم آره یه من هست که پیش خدا عزیزه، همون منم هم داره شکنجه میره، زحمت میکشه، همون منم هم داره چی میشه؟ رنج میبینه. در حالی که اینجوری نیست، دوتا منه. تو خود حقیقیت عزیز هستی برای خدا و امام زمان، اما خود قلابی تو، ناخود تو داره رنج میکشه. چرا؟ چون خود طبیعی، خود حقیقی وقتی میخواد از خود طبیعی و ناخود جدا بشه، رنج داره. اون رو میخواد طلاقش بده، میخواد ازش جدا بشه، میخواد فارغ بشه از اون، میخواد از اون پوست در بیاد. خب این پوست دردش میاد، یعنی اون لایه‌ای که از طبیعت روی فطرت کشیده باید پاره بشه تا فطرت آزاد بشه. این آزادی دردآوره، رنجاوره. شما تو تمام مشکلات و مصائبی که تو زندگی تحمل میکنید، هیچ وقت خود حقیقی شما آسیب نمیبینه. اگه دقت بکنید تو راه خدا ها، اگه در راه خدا باشه مصائب ناخواسته، یا در عبادت های خدا، در عبادت های خدا وقتی شما بهتون فشار میاد، مثلا در وضو، در غسل، در نماز، در جهاد، در خمس، در زکات، کدوم قسمت رو بهش فشار میاد؟ طبیعت بهش فشار میاد، ولی فطرت که لذت میبره. ما هر ماه یه احیا داریم مؤسسه، تعدادی از خواهر برادرها از شما عزیزانم هستن، کسایی که میان اونجا تشریف میارن، ماهی یه شب رو تا صبح هستیم در کنار هم. خب خیلی دوست دارم بیان. این پیشنهاد رو من اتفاقا به دانشجوام کرده بودم، به وسیج دانشجویی، خوششون اومده بود و یه جلسه تشکیل دادن چند ماه پیش. یه جلسه ما رفتیم، تعداد دانشجوها اومدن رو برنامه احیا داشتیم.
دیگه من خبری نداشتم تا این هفته که رفتم گفتن احیا داریم. من تعجب کردم، فکر کردم دیگه همون یه جلسه اومدن و تموم شده. گفت نه، از اون شبی که شما پیشنهاد دادید دانشجوها جمع شدن، جلسات خیلی بهتر شد و خیلی بیشتر هم دانشجوها میان، از دانشگاه مختلف میان احیا. رفتم پریشب اونجا خدمتشون، دیدم او چه جمعیتی هم اومدن، دانشجو همه اومدن اونجا برای احیا، خانم ها آقایون. داشتیم از همین بحث صحبت میکردیم، گفتم این شما مثلا شب بیدار بودن، شما باید بیاید یه شب تا صبح بیدار بمونید، این شب بیدار بودن که شما باید بیاید تا صبح بیدار بمونید زجر داره یا زجر نداره؟ ها، احیا گرفتن اذیت داره دیگه، بیخوابی داره، گرفتاری داره، پول خرج کردن داره، تو شب مسیر رو طی کردن داره. خب ولی چرا شما جمع شدید اینجا؟ ازشون سوال کردم، گفتن خب شما لذت میبریم از این احیا. گفتم کی لذت میبره؟ گفتن ما. گفتم این ما کیه که لذت میبره از شب بیدار بودن؟ این من حقیقیمه که لذت میبره، اما اونی که اذیت میشه و باید بیخوابی بکشه و مسیر طی کنه کیه؟ من طبیعی هستش. مثلا شما میبینید مثلا چند صد هزار نفر جوان 13 و 14 و 15 ماه رجب احیا میرن، دو اعتکاف میرن، اینا خب یه بخششون اذیت میشه، یه بخششون لذت میبره. اون بخشی که قرار روزه بگیره و شب بیداری بکشه اذیت میشه. معنی حقیقی از روزه گرفتن و شب بیداری لذت میبره. درست جور شد؟ یه شما در واقع در عین حالی که درگیر یه عبادت هستید، دو تا منتون جهتای مختلف رو طی میکنه. یه من لذت میبره، یه من چیه؟ اذیت میشه، سختی زیاد میشه. هم پس در عبادات، هم در وظائف شرعی دیگه که داریم به عهدمون هست غیر عبادات، هم در سختی ها این روند رو باید دقت کنید که یه موقع قاطی نکنیم. توجه کردید؟ یه موقع خدای نکرده وقتی من خودتو نمیشناسی و از این اذیت ها کلافه میشی، یه موقع میری به خاطر من حیوانیت سر خدا داد میزنی، به خاطر من حیوانیت میری با امام زمان جنگ میکنی که چرا من باید اینجوری بشم، تو چرا باید اینجوری میکنی. ها، اینطوری میشه. ولی انسان وقتی که من حقیقیش رو خوب میشناسه، هر چی فشار به من طبیعیش میاد میفهمه که برای چی خوبه، برای من حقیقی. برای همین حضرت زینب سلام الله علیها یا سید الشهدا در روز عاشورا هر چی بیشتر کشته میدادن و سختی میکشیدن، من حقیقیشون، من طبیعیشون فشار بهش میومد. ولی کدوم منش لذت میبرد؟ من حقیقی. برای همین حضرت زینب سلام الله علیها فرمود و ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی هیچی ندیدم. این من جز زیبایی هیچی ندیدم، این من کیه؟ من حقیقیه. اون منی که مصیبت زده است و اذیت شده کیه؟ من طبیعی هستش. توجه فرمودید شد؟ این اگه تفکیکش نکنیم وقت نمیتونیم این روایت ها رو بفهمیم که چرا خداوند میفهمد هرچی مؤمن برای من عزیزتره، من بهش بلا هدیه بیشتر میدم. و اگه کسی من طبیعیش قوی باشه، به خدا میگه من هدیتو نخواستم. ها، من عافیت میخوام، من چی میخوام، من چی میخوام، من چی میخوام. این هم میگه من نمیخوام، من فلان چیزو میخوام. این منه کیه؟ من طبیعی هستش که داره قرقر میکنه به خدا. ولی من فطری هیچ وقت قرقر نداره. من فطری لذت میبره از اینکه خدا بهش بلا بده. چرا لذت میبره از اینکه خدا بهش بلا بده؟ برای اینکه میدونه هر بلایی که داره میاد نزدیکتر میشه به خدا. ازش لذت میبره. مثل بچه محصلی هست که از امتحان خوشش میاد، از سوال خوشش میاد، از کنکور خوشش میاد، چون میدونه هر کدوم از اینا رد بکنه به کلاس بالاتر و جلسات بالاتر راه پیدا میکنه. اگر ازش امتحان نگیرن بدش میاد، اگه تو امتحان راش ندن چیه؟ بدش میاد. دوست داره راش بدن، ازش امتحان بگیرن. خب این فقط راجب این که چرا در روایت ما آمده که مؤمن هر چقدر عزیزتر میشه، بلاش هم چیه؟ شدیدتر میشه، سختتر میشه بلای مؤمن. حالا بریم سراغ بخش بعدی. صلوات خط بفرمایید. یکی دیگه از دلایل وجود بلا این هستش که خداوند تبارک و تعالی به وسیله بلا گناهان انسان رو پاک میکنه. یعنی نقشش چی است؟ پاکسازی گناهان هست، پاکسازی انسان هست. چرا؟ چون نگاه بکنید، اگر که
بدن مریض بشه، اگر بدن مریض بشه یعنی بیماری بیاد سراغش ولی درد نداشته باشه، ها، مثلا یه عفونت، یه انحراف، یه مشکلی در بدن ایجاد بشه اما بدن دردش نیاد، چه اتفاقی میفته اگه ما درد نداشته باشیم؟ آفرین، مریضی و بیماری و عفونت همه بدن رو چیه؟ میگیره و اساسا اصل بدن نابود میشه، اصل بدن نابود میشه. درد مبارکه دیگه، پیام درد در واقع یه سیستم اعلام خطر هست، سیستم حفاظتی خداوند در بدن گذاشته که محضی که بدن یه مشکلی پیش بیاد، یه ناهماهنگی برای او پیش بیاد، یه خطری برایش پیش بیاد، به وسیله درد ما خبردار بشیم که یه جای بدن ما مشکل داره، دو جای بدن ما مشکل پیدا کرده، پس من باید زودتر بجنبم برم مشکل حل بکنم. گاهی وقتا این افرادی که دیالیز میشن دردشون کمه یا اصلا درد ندارن، یا بعضی از بیماری ها مثل سرطان متوجه نمیشه شخص، بعد یه دفعه به خودش میاد میونه که سرطان گرفته، حالا یا طول میکشه درست کردن این سرطان یا اصلا امپذیر نیست. بلا برای مؤمن اینجوریست که اگر بلا نباشه گناه سر تمام وجود انسان رو میگیره و انسان کاملا آلوده میشه، دیگه فطرت نمیتونه رویش بکنه، فطرت له میشه و از بین میره، این اثر بلا هستش. خب چند تا روایت تو این زمینه بخونم براتون. اولیش از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماد که الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا فی الدنیا بمحنتهم لتسلم بها طاعتهم و یستحقو علیها ثوابها. چقدر زیباست. خدا رو شکر، این خدا رو شکر یعنی تو هم باید مثل امیرالمومنین شاکر باشی، اگه تو هم نگاهت نگاه امیرالمومنین باشه، اگه تو هم از نظر فکری نزدیک و شبیه به امیرالمومنین باشی، همینجوری باید شکر بکنی خدا رو. اگه یک کسی به یک کسی تقرب داره و نزدیک هست، در واقع افکارش با هم چیه؟ افکارش با اون شخصیه یکی میشه، افکار و اندیشه هاش یکی میشه. اینطوریست، مثل یه شاگردی که مدت ها سر کلاس یه استاد میره، بعد یواش یواش شبیه کی میشه؟ از نظر فکر و اندیشه و عمل شبیه استاد میشه. باشگاه که میخوای بری روز اول استادت با شما خیلی فاصله داره، شما خیلی فاصله داری با او، ولی وقتی که تمرین میکنی، حرفا رو گوش میکنی تو باشگاه، یواش 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 روش میکنی، شبیه کی میشی؟ شبیه استاد میشه، چه بسا از استادم بالاتر بری، جلو بزنی. امیرالمومنین علیه السلام الگوی ماست، میزان ماست، در روز قیامت و بعد از مرگ ما رو با او میسنجن. در زیارتنامه‌شون هم داریم السلام علیک یا میزان الاعمال، میزان اعمال. حالا هر چقدر ما نزدیکتر به امیرالمومنین باشیم، شبیهتر به امیرالمومنین باشیم، در واقع افکار و اندیشه ها و نگاه هامون به دنیا و امور شبیه او میشه. حالا توجه کنید، حضرت میگه خدا رو شکر. آیا ما میتونیم اینجوری شکر بکنیم خدا رو یا نه؟ ما غرغر میکنیم و یه سر خدا برامون زیر سوال میره. این که خدا زیر سوال بره دیگه معشوق نمیتونه باشه. وقتی معشوق نبود تو حرکتی به سمت کسی که معشوقت نیست نداری، یعنی تقرب، یعنی حرکت انسانیت متوقف میشه. خدایی که زیر سواله دیگه معشوق نیست. وقتی هم معشوق نبود نمیخوایش، حرکتی هم به سمتش نمی کنی. وقتی حرکتی به سمتش نکردی تشبهی هم حاصل نمیشه. وقتی هم تشبه حاصل نشه انسان همون جوری تو باطن حیوانی چیه؟ میمونه، در باطن حیوانی میمونه. خب الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا فی الدنیا بمحنتهم. خدا رو شکر که این حمد الهی رو دقت بکنید، خدا رو شکر که پاک شدن
تمحیص یعنی پاک کردن گناهان شیعان ما رو در دنیا به رنجها و گرفتاری های اونها قرار داده، به رنجها و گرفتاری های او را قرار داده که چی بشه؟ لتسلم بها طاعتهم، تا اینکه با این مهنت و سختی ها طاعت های اونا سالم بمونه، طاعتشون از بین نره. شما زحمت میکشید، عبادت میکنید، از کنم خدمتتون که روزه میگیرید، کارهای دیگه میکنید، اینا باید برای شما حفظ باشه دیگه ها، آثار اینا باید برای شما حفظ بشه. ضمن ما گناه هم چیه؟ میکنیم. های گناه کردیم، خدا میتونه چیکار کنه؟ میتونه به وسیله این گناه طاعتهای ما رو از بین ببره، یا این که نه با بلا چیکار کنه؟ جبران گناهای ما رو بکنه و طاعتهای ما چی بشه؟ سالم بمونه تا آثار این طاعتها برای ما باشه. میفهمید چی؟ لتسلم به ها طاعتهم، تا اینکه طاعتهای شیعیان سالم بمونه و چی بشه؟ و یستحقو علیها ثوابها، تا به وسیله این طاعتها مستحق ثواب بشن. یعنی چون خدا نمیخواد که شما به این زحماتی که میکشید، طاعتهایی که انجام میدید، عبادتها، روزها، ذکر گفتنها، جهاد، خدمات دیگه، کارهای خیر دیگه که میخواید اینها از بین بره، اگه گناه بکنید میاد چیکار میکنه؟ به وسیله بلاها گناهان شما رو از بین میبره تا طاعتها سالم باشه و تا چی بشه؟ ثواب اون طاعتها هم به شما برسه و شما از ثواب محروم نباشید، از اون ثواب کاراتون هدر نره، تلف نشه، بیهوده نباشه، زحماتتون هدر نره. خب این بهتر نیست؟ مشکل ما میدونید چی عزیزان؟ مشکل ما این استش که ما فکر میکنیم خودمونو بیشتر از خدا دوست داریم، در حالی که خدا ما رو بیشتر از خودمون دوست داره. ما رو هیچ وقت محبت من به خودم بیشتر از محبت خدا به من نیست. یادتون باشه مثل یه بچه است که پدر مادر او رو چیه؟ بیشتر از خودش دوست دارم. بچه ممکن است چیزایی برای خودش مصلحت بدونه، یه طرح و برنامه ها و نقشه ها و هوس هایی داشته باشه، ولی پدر مادر چون بچه رو خیلی دوستش دارن مخالفت هم باش میکنن، جلوش رو هم میگیرن، ممکنه تو سرش هم بزنن، ولی این جلوش رو گرفتن و تو سرش زدن چیه؟ از باب چیه؟ از باب محبته. اگه یه نفر یه کمی شعور داشته باشه، یه کمی عاقل باشه، میفهمه سیلی پدر مادر با بوسه شون یک معنا رو داره. یه معنا رو داره. وقتی یه مادر یه بچه رو داد میزنه سرش، نحیش میکنه از یه کار بد، در واقع این به خاطر محبتشه، به خاطر نفرتشه، خاطر محبتشه. اگه تنبیهش هم میکنه بازم به خاطر چیه؟ بازم به خاطر محبته. اگر تنبیه هم میکنه بازم به خاطر محبتش است. فقط ما چون خود خواهیم، همون جوری که با خدا هم اینجوری هستیم، اگه خدا یه خواهد یه بلای سرمون بیاره گرگر میکنیم، اگه پدر مادر بوسیدن، لبخند زدن، نوازش کردن، حرف ما رو گوش کردن، خب این پدر مادر خوبیه. اما اگه دعوا کردن، من کردن، ندادن، تنبیه کردن، داد زدن، اخ کردن، میگیم پدر مادر بدیه، در حالی که هر دوی تجلیات یکیه. آدم عاقل اینجوریه، میگه عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. اینجوریه. بعضی که عاشق خدا هستن هم از لطف خدا عاشق لطف خدا هستن، بنده نوازی ها رو دوست دارن، هم تنبیه بنده رو دوست دارن، بلاش رو دوست دارن، نوازشش هم دوست دارن. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. یعنی اون موقعی که میره جبه پاش قط میشه میخنده، اون موقعی هم که این نعمت دیگه نصیبش میشه بازم میخنده، هیچ کدوم فرقی نمی کنه، چون همش تو آغوش خداست. خدایی که ما رو بیشتر از خودمون دوست داره، اونم نه یه ذره و دو ذره و دو مقدار و ده مقدار و صد مقدار، اصلا قابل مقایسه نیست محبت خدا به بنده با محبت بنده به خودش، اصلا قابل مقایسه نیست.
یادتون باشه. ولی ما چون اینو نمیفهمیم، فکر میکنیم که خدا داره ما رو اذیت میکنه، خدا کیف میکنه از اینکه ما رو تو زحمت بندازه، دعاهامون رو مستجاب نکنه، اذیتمون بکنه، بلا سرمون بیاره. چون نمیفهمیم، نه خودمون رو خوب میفهمیم نه خدا رو. چون همیشه ما به چیه نگاه میکنیم؟ به دنیا نگاه میکنیم، فقط به عجله داریم. این در روایت آیه قرآن هم داره، انسان عجله خلق شده، اینجوریه، عجله داره، یعنی فقط خود طبیعیشو میبینه، فقط خود تولد تا مرگشو معنا میکنه. برای همین میخواد همه خیرات همینجا بهش برسه، همه سختی هم اینجا بهش نرسه، هرچی هست برطرف شه. اگه انسان درست خودشو معنا کنه، خود ابدیشو معنا کنه، به بلندای ابدیت خودشو معنا بکنه، اون موقع هیچ وقت این چیزها رو دلیل بد بودن خدا و خشم بودن خدا و نمیدونم ظلم خدا نعوذ بالله نمیدونه. اونجا که ما شکراب میشه رابطمون با خدا، ما اینجا هست که خودمون رو گم میکنیم، یعنی خود حقیقیمون رو گم میکنیم. معنا و درک درستی از خودمون و بلندای خلقتمون نداریم، اون جایگاه ابدی و نگاه ابدی رو از دست میدیم. برای همین هم شروع میکنیم غرغر کردن به خدا و امام زمان و دین و خلاصه مسائلی از این قبیل پیش میاد برای ما. خدا هم خداییشو میکنه، یعنی با جیغ و داد ما تسلیم بشو نیست، با سر صدای ما تسلیم نمیشه، میگه من هر برای سرت دارم در میارم، خودت بعدا یه روزی از من تشکر میکنی. بچه رو نها کنید، بچه مثلا به یه حالت التماسی با اون چهره معصوم و قشنگش به پدر مادر اصرار التماس میکنه که نبرنش آمپول بزنه، نبرنش بیمارستان، نبرنش اتاق عمل، نبرنش جراحی، نبرنش واکسن بزنم. واکسن میزنه، میاد سه روز تب میکنه، هی یه سرم قرقر میکنه که تو منو بردی سوزن زدی، منو به این روز انداختی. مادرم دلش خیلی میسوزه، ممکنه خودشم گریهشم بگیره که بچهش تو این حالته، ولی چی باعث میشه مادر این کار بکنه؟ محبت مادر، عاطفه مادر هستش، باعث میشه این کار کنه. بعد که بچه بزرگ میشه، بچه بزرگ میشه، مثلا بچه های فلج رو میبینه، بچه های ناقص رو میبینه، مادرش میگه عزیزم اگه من به تو اون روز سوزن نمیزدم تو الان اینجوری بودی، الان اینجوری بودی، این زورگویی های من بهتر بود، اگه من تسلیم عواطف میشدم، عواطف تو میشدم، الان تو دیگه سالم نبودی. مثلا بچه دوست نداره بره مدرسه، دوست نداره صبح اول صبح خواب پاشه، مادر میره بلندش میکنه، کلی هم قور میزنه، نق میزنه که چرا من از خواب بیدار شدم، چرا برای زوری میفرستید مدرسه. همین مادری که حاضر نیست کوچکترین ناراحتی بچه‌شو ببینه، اگه ببینه بچه تو مدرسه داره کوتاهی میکنه، بچه رو تنبیه هم ممکنه بکنه، به زور میفرستن مدرسه ماها رو، اگر هم کوتاهی کنیم کتکمون هم میزنن، اگه معلمم کتک بذاره معلم پدر مادر ما میگن دستت هم درد نکنه که بچه ما رو یه کتکی هم زدی، یه تنبیه هم کردی که این درس خون بشه، درسته؟ بعد ادامه پیدا میکنه تا ما یواش یواش عاقل بشیم. اما وقتی از پوست درس در اومدیم، میبینیم ای بابا ما تحصیلات داریم، سواد داریم، فهم درستی داریم، از این تحصیلات زندگیمون داره اداره میشه و خیلی کمالات دیگه، وقت میگیم قربون این زورگویی پدر مادر برم، قربون اون تنبیه ها و خشونت های معلم برم، کیف میکنه آدم که اینا چقدر زحمت کشیدن، به زور ما رو هم با کتک هم شد وادار کردن که چیکار کنیم، وادار کردن که درس بخونیم. این به نفعمون بود. ما دوره اول که رفته بودیم جبهه، من موقع 17 سالم بود، خب سنمون کم بود، بردنمون آموزشی، دوره آموزشی خیلی سختی به ما دادن، یه موقعی مثلا بدن ما رو اوریان میکردن مثلا از کمر به بالا، بعد میگفتن رو تیغ قلط بزنید، تو گیاهایی که تیغ داشت، سنگ، تیغ، نمیدونم، واقعا ما قلط بزنید بلند میشنیم بدن کاملا پاره پاره بود، آشولاش میشد بدن ما، کوه، باطلاق، دیگه سرما، گرما، تشنگی، گرسنگی، چقدر مصائب بود، دورهای سختی رو ما داشتیم،
خیلی سخت، برف تو برف ما باید غلط میزدیم، چقدر باید از سرما میلرزیدیم. گاهی وقتا دیگه خودمونم عصبانی میشدیم، گاهی وقتا عصبانی میشدیم، یعنی دیگه خیلی ناراحت میشدیم، بابا اینا چقدر بیرحمن، یه ذره عاطفه یه ذره رحم، ولی اونا اصلا انگار نه انگار کاری نداشتن که ما خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد، خدا رحمتشون کنه تقریبا همهشون الان اساتیدی که ما رو دور دادن شهید شدن، ولی خیلی آدمای خیلی اون موقع تو آموزش اینجوری بودن، خشک سخت، خیلی سخت میگرفتن به ما. ما گاهی وقتا خودمونم خب سنمونم کم بود، 17 سالمون بود دیگه، میگفتیم آخه چقدر فشار. یادم یک ماه جز موقع نماز پوتین رو نمیذاشتن از پامون در بیاریم، جز فقط موقع نماز تو خوابم باید پامون میبود. بعدم شب یه اسلحه بزرگ به ما میدادن، M1 بود، چوبی های دیدم دیدید یاد شماها، این باید حتما تو بغلمون ما میگرفتیم یا روش میخوابیدیم شب، اگر نه اگر این اسلحه دست ما یه کسی میتونست تو خواب در بیاره تنبیه شدید میشدیم. بعد این یه ماه تو خواب اینو مثلا یاد بغل میکردیم یا میذاشیم زیر تشکمون یه کسی نیاد در بیاره. انقدر سخت، گرسنگیش جدا، تنبیهاش جدا، نمیدونم فشارهای زیاد. بعد که رفتیم تو جنگ وارد شدیم، تو کوها، تو گردنه های بزرگ، وقتی رفتیم اونجا وارد شدیم دیدیم که چقدر اینا لطف در حق ما کردن. میگوی بود دستشون درد نکنه، یه بدن اینجوری برای ما درست کردن، یه بدنی که ما مثلا با 40 کیلو بار مجبور بودیم مثلا یه ارتفاع 2000 متری بریم بالا، مثل فنر از جامون کنده میشدیم، خیلی راحت با این بار ما میرفتیم. گاهی وقتا ما مثلا 80 90 کیلومتر بدون وقفه باید پیاده میرفتیم. کوه بود، باتلاق بود، جنگل بود، درخت بود، نمیدونم صخره های سخت بود، ولی اون موقع اصلا راحت میرفتیم. بعد میگفتیم چقدر لطف کردن مربیای ما که ما رو اینجوری تربیت کردن، ولی اون موقع نمیفهمیدیم. اما بعدن که تو مقام تو کارایی رفتیم که بله حق همینم بوده، باید ما هم اینجوری بدنمون تربیت میشد. آدم چون عجوله راحت طلبم هست، انسان اینجوری دیگه، هم راحت طلبه هم عجوله، از سختی بدش میاد، از درد بدش میاد، تنبل تنپرور، انسان طبعش اینجوریست دیگه، تنبلی و تنپروری. بنابراین وقتی تا میخواد بلا سرش بیاد اذیت میشه، به خدا گله میکنه، نق میزنه به خدا، به امام زمان نق میزنه، خلاصه اینجوریست. اما خدا هم کار خودشو میکنه، خدا هم با نق زدن ما کاری نداره. میگه بنده من یه زمانی میرسه که تو از من به خاطر این سختی ها تشکر میکنی، شکر خدا رو به جا میاری از اینکه این بلا سر من اومد، این مصیبت سر من اومد، چه مصیبت مبارکی بود. پس یکی از بزرگترین نعمت هایی که خدا نصیب شیعیان کرده این استش که خداوند کفاره گناهان اونها رو در دنیا قرار داده. الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا فی دنیا، این فی دنیاش قشنگه تو دنیا قرار داده کفاره رو، میخواد دیگه برای آخرت دیگه زحمتی برای موقع مردن دیگه انسان عذابی نداشته باشه، زحمتی نداشته باشه، راحت بره توی بهشت، راحت بره توی آسایش. انقدر عزیزه برای خدا که خدا نمیخواد اون طرف این هیچ سختی داشته باشه. دقیقا مثل یه مادر، یه مادر میگه من اگه الان برم واکسن بزنم این 3 روزم تب بکنه بهتر از این استش که بعدم بزرگ بشه فلج داشته باشه، دوچار فلج بشه. خب یه مادر میشینه چرتکه میندازه، هم محبت داره بچهش، هم آینده بچهش رو دوست داره، عقلم داره، شعورم داره. خب بین 3 روز تب و لرز و گریه و داد و بیداد ناشی از واکسن و یه عمر فلج بودن کدوم انتخاب میکنه؟ این 3 روز انتخاب میکنه دیگه. اینطوریست. گفتن آقا این بیماریش یه جوری هست که باید یه دونه از انگشتاشو یا یه دونه پاشو یه دونه دستشو قطع بکنیم تا زنده بمونه. خب یه مادر کدوم انتخاب میکنه؟ میگه بچه‌م بمیره یا نه یه دونه دستش قطع شه. اینجوریه دیگه، این حساب کتابه. خب
روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست: ما عاقب الله عبدا مؤمنا فی هذه الدنیا الا کان الله احلمه و امجده و اجوده و اکرمه من ان یعود فی عقابه یوم القیامه. چقدر قشنگ می‌فرماید که خداوند هیچ بنده مؤمنی رو در این دنیا عقاب نمی‌کنه. ما عاقب الله عبدا مؤمنا فی هذه الدنیا، خب چی میشه؟ الا کان الله، مگر اینکه خداوند حلیمتر، مجیدتر، بزرگوارتر، جوادتر و کریمتر از این هستش که او رو دوباره در قیامت عقاب بکنه. من ان یعود مجددن چیکار بکنه؟ فی عقابه یوم القیامه. خب یعنی امکان نداره شما اینجا گناهی مرتکب شید و خداوند به واسطه اون گناه تو این دنیا شما رو عقاب بکنه، مگر اینکه خداوند خیلی بزرگتر از این هستش که یه بار دیگه شما رو چیکار کنه؟ بعداً عقاب بکنه. یعنی اگه تو دنیا عقاب رسید خوش به حال کسی میشه، اما خداوند از بعضی ها اینقدر بدش میاد، در روایت داریم اینقدر بدش میاد که اگه گناه بکنن بیشتر بهشون لذت و نعمت میده، بیشتر بهشون لذت و نعمت میده، میگه خیلی از این بندم بده بیاد، این خیلی کارهای زشتی کرده، این باید فقط بره تو جهنم، برای همین تو دنیا باش کاری ندارم. خیلی خواه شما نگه چرا فلان کسی که آلوده است، فلان کسی اینقدر گناه میکنه، چرا هم وضع مالیشون خوبه، هم مشکلی ندارن، هی روز به روزم وضعشون بهتر میشه، خوشتر هستن. این خیلی خطرناک، خیلی خطرناک که انسان گناه بکنه و عقاب نبینه، معصیت بکنه و خدا کاری باش نداشته باشه. بعضی اصلا تا تو خونه، تا یه جایی کوچیکترین مشکلی براشون یعنی گناهی میکنن، زود خودش میفهمه، میگه من یه بلای سرم میاد، میدونم دارم از کجا میخورم، امروز مثلا با مادرم تند حرف زدم، امروز با پدرم تند حرف زدم، امروز فلان کسو تحقیر کردم، امروز مثلا نماز صبحم قضا شد، خودش میفهمه از کجا داره میخوره. این خیلی قشنگه که انسان یه سیستمی داشته باشه که به محضی که آلودگی میاد تو روح چیکار کنه؟ خارجش بکنه اون آلودگی رو، نگه نداره اونجا. اما وای به حال این که انسان عفونت و چرک و آلودگی بیاد تو بدنش و بدن نشون نده، درد نگیره. این یواش یواش یه دفعه اینو شخص رو یا دیالیزیش میکنه یا سرطانش میگیره، یک مشکلی بالاخره برش درست میکنه. حتی حدم همینطوره، مثلا یک کسی زنا کرده، نعوذ بالله، دزدی کرده، تو دنیا شلاقش میزنن، دیگه این راحته، شلاقش رو خورده، اون بعد یه عقاب نداره. ها؟ یا خودش توبه کرده، یا مثلا جبران کرده، یا مثلا با روزه‌ای با یه ریاضت شرعی خودش رو تنبیه کرده، این دیگه اونور عقاب نداره. چرا؟ چون خودش رو چیکار کرده؟ تنبیه کرده، یا اینکه یه حدی بهش جاری شده، این دیگه پاکه. اصلا حد زدن برای پاک کردن دیگه، ها؟ تنبیه کردن برای پاک کردن. گاهی وقتا انسان خودش رو تنبیه میکنه، گاهی وقتا چیه؟ دولت تنبیه میکنه، نظام تنبیه میکنه انسان. برای همین امیرالمومنین علیه السلام میفرماد جزء یکی از شرایط توبه این هستش که تو اگر لذت حرامی بردی، دقت کنید، اگر لذت حرامی بردی خودت به خودت سختی بدی، مثلا لقمه حرام خوردی خدای نکرده، روزه بگیر، تا لذت اون خوردن چی بشه؟ از بین بره، گناهت هم پاک میشه. خب یه صلوات خط بفرم. این روایت هم فوق العاده زیباست، دقت کنید، از امام باقر علیه السلام هست. یه صلوات بلند به محضر امام باقر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان الله تبارک و تعالی اذا کان من امره ان یکرم عبدا و له عنده ذنب. اگه خدا بخواد یه بنده ای رو عزیزش بکنه، اکرامش بکنه، اما گناه هم داشته باشه، گناه هم داشته باشه این بنده، این ور خدا دوستش داره، از این ورم چیه؟ گناه کرده این بنده. خب چیکار میکنه این رو؟ ببین، یه نفر پیش خدا عزیزه، خدا هم دوستش داره، ولی این بنده گناه داره. خب چیکار باش میکنه؟ میگه اول کاری که خدا باش میکنه این استش که
ابتلاه و به سقم، مریضش میکنه. در روایت داریم سهم مؤمن از آتش جهنم تبه، تب که میکنه، چون تب میدونی که با سوخته های حرارت های دیگه فرق داره. شما این موقع است دستت رو آتیش بسوزه پوست میسوزه، تب اینجوری نیست، تب مثل جهنم میمونه، چون هم بدن رو میسوزونه هم درون رو میسوزونه. یعنی انسان انگار احساس میکنه که از درون همه وجودش چیه؟ آتش گرفته. مثل آتش جهنم، که آتش جهنم علاوه بر اینکه جسمو میسوزونه روح رو هم میسوزونه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، روح انسان رو هم آتش جهنم میسوزونه. اینقدر خطرناکه این. حالا اون آتش جهنم رو خداوند کوچیکش کرده، کوچیکش کرده، کوچیکش کرده، میلیاردها برابر شستدش، شده بیماری تب، شده تب. آدم تب که میکنه دیدی همه وجودش چیه؟ آتش میگیره. خب یا تب نه، یا دردسر جسمانی دیگه، یا این مریضی دیگه، سرطان میگیره، سردرد میگیره، پادرد میگیره، چشم درد میگیره، زمین میخوره، دستشو میبره، پاش میشکنه، بالاخره یه بلای سرش میاد دیگه. میگه چون گناه کرده بدنش بالاخره آسیبی میبینه که کفاره گناهاش بشه، چون خدا دوستش داره، نمیخواد این کثیف بمونه. برای همین اون حدیث رو خوندیم که فرمود لعنت بر بدنی که هر 40 روز یک بار بیمار نشه یا یه آسیبی نبینه. ملعونون ملعونون کل بدن لا یصاب فی کل 40 یوما. مثل بدن پاک و حسابیه، بدن پاک و حسابی تا مریض بشه عکس العمل نشون میده، ولی بدن آلوده اگه مریض شه ممکنه عکس العمل نشون نده. شخص بعد از یه مدت ببینید تمام بدنش عفونت گرفته. مثل یه پارچه سفیده که وقتی پارچه سفید چون خیلی پاکه، به محض اینکه یه لکه بیفته روش نشون میده خودشو، نشون میده. ولی پارچه سیاه چی؟ پارچه کثیف چی؟ نه. لذا می فهمد که اگر این گناهی داشته باشه خدا من او رو به سقم دوچارش میکنه. حالا اومد مریضش نکرد، ممکنه مریضش نکنه دیگه. چی اگه مریضش نکرد؟ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَبِالْحَاجَ. اینم قشنگه. اگه مریضش نکرد چی کارش میکنه؟ میگه نیازمندش میکنه، فقیرش میکنه، مشکل مالی براش ایجاد میکنه، فقر و تنگ دستی براش ایجاد میکنه تا پاک بشه، مشکلات مالی که بعدا حالا راجع به مسائل مالی هم باز روایتاشو میخونم براتون، تا پاک بشه دیگه. چی؟ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ شَدَّدَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اگر این کارو نکنه موقع مردن به سخت میگیره. موقع مردن به سخت میگیره، یعنی سخت جون میکنه با مریضی، با بیماری، بالاخره یه فشاری، یه دردی، یه رنجی مثلا میذاره. یه سال مونده که بمیره طرف، 6 ماه مونده که بمیره، چند ماه مونده که بمیره، یه بیماری، یه تصادف، یه چیزی براش ایجاد میشه و این دائما ناله میکنه تا پاک بشه. خوب که پاک شد میبردش بهشت، اینجوری بشه. خب و ازا کان من امرهی ان یحین عبدن، پناه بر خدا، پناه بر خدا، اگه خدا بخواد یه بنده ای رو پستش بکنه، خار و ذلیلش بکنه، چی کار میکنه باهاش؟ و لحو اندهو حسنتون، ولی در نزد خدا کارای خیرم کرده، یه آدم گناهکار و معصیتکاره ولی ثوابم کرده، یه آدمی است خدا خوشش نمیاد ازش، خدا میخواد اینو ذلیلش کنه، خارش کنه. اما خب این مثلا 4 تا کار خیرم کرده، مثلا رفته فرض فرمایید که به ایتام کمک کرده، مثلا رفته به سالمندان کمک کرده، مثلا یه پولی به جبهه داده، مثلا یه کار خیری کرده، بالاخره کاری کرده، ولی شخصیتا آدم منفوریه، شخصیتا انقدر معصیت کاره، انقدر از خدا دوره که خدا میخواد اینو خارش بکنه. میگه چیکار میکنه؟ میگه که اصح بدنه، به خاطر اون کار خیری که کرده بهش یه بدن
درست حسابی میده، یه بدن سالم بهش میده، دیگه دردم احساس نمیکنه. یه بدن قوی یا یه چهره خوشگل یا یه پوست خیلی خوب یا یه بالاخره یه بدن خوب بهش میده، یه چیزی کار درستی بهش میده، چیز خیلی خوب، یه بدن خوب بهش میده. فان لم یفعل، حالا موقع میشه بدن خوب بهش نده، چیکار میکنه؟ وسق علیه فی معیشته. اگه بدن خوب نده بهش چیکار میکنه؟ پول دارش میکنه، مشکلات مالیشو حل میکنه، هر جا میره گره کارش باز میشه، اصلا نمیذاره آسیب مالی ببینه، هیچ صدمه ای نمیبینه، تصادف میکنه طوریش نمیشه، اصلا تصادف نمیکنه. پیغمبر عرض کردم خونه یکی بنده خدایی رفت، نشسته بودن از یه ارتفاع روی تاقچه تخم مرغ افتاد و نشکست، همه تعجب کردن که تخم مرغ افتاد و نشکست. پیغمبر میذاره همیشه رفت تو فکر که مگه میشه تخم مرغ از این ارتفاع بیفته نشکنه. بعد صاف خونه خندید، گفت یا رسول الله ما خونمون اصلا بلا نمیبینه. تا پیغمبر اینو شنید از سر سفره بلند شد، غذا نخورد، زود پاشد از سر سفره طرف رفت. این کسی که اینجا تو دنیا بلا نبینه یعنی چی؟ معناش چیه؟ معناش این هستش که این خیلی آدم منفوری هستش، قراره اون طرف همه درد سر رو بکشه. برای همین پیغمبر بلند شد با عجله رفت بیرون، چون خونه خونه چی بود؟ خونه خونه بلاخیزی بود در واقع، خونه خونه منفوری بود که پیغمبر بلند شد رفت. برای همین بعضیا فکر میکنن اگه هر غلطی دلشون خواست بکنن، میگن آقا اگه ما مثلا بچه حزب الله یا رو شما نگاه کنین، همه بدبختی دارن، گرفتاری دارن، مریضی دارن، وضع مالشون خرابه، نمیدونم هشتشون گره نوشونه، این گناهکارا معصیتکارا، میگن ما الان گناه هم میکنیم، معصیت هم میکنیم، هیچی هم رعایت نمیکنیم، نگاه کن هم بدن سالم داریم، هم وضع مالیمون خوبه، همه چی وفق مراد داریم، فکر میکنن خیلی به نفعشه الان. وقت بچه مسلمونم اگه نادون باشه گاهی وقتا حسرت زندگی گناهکارا میکشدش. یعنی مثلا میگه نگاه کن تو رو خدا، ما نماز میخونیم، حجاب داریم، روزه میگیریم، نمیدونم این همه دینداری میکنیم، هشتمون گرونمون هممون اینجوری است. اینا که نمیدونم قاچاقچی هم، فساد دارن، فحشا دارن، منکرات دارن، هیچی رو رعایت نمیکنن، نگاه کن اصلا همه چیشون درسته. دوش غربیا رو خارجیا رو مثلا بعضیاشون نشون میدن، ناگهان که اینا چقدر وضع مالیشون خوبه، چقدر پیشرفت میکنن، چقدر کیف میکنن، چقدر لذت میبرن از زندگی. ما اگه مسلمونیم، ما خاک بر سر ما با این مسلمونی و دینمون که باید همش بدبختی بکشیم و مصیبت بکشیم. به نمیفهمه خودش داره چی میگه. خدا میگه تو چرا انقدر حسودی میکنی من به اونا دادم؟ اونا سهمشون از بهش همین دنیاشونه، ابدیت ها شوخی نیست. عزیزان دقت کنید، مسئله ابدیت و جاودانگی بهش که میگیم یعنی میلیاردها در میلیارد، میلیاردها در میلیارد سال، بی نهایت سال زندگی تو همه با لذت و رشد و پیشرفت و سعادت. میگه اون عجله داشته خواسته تو این چهار روز دنیا بخوره، تو چرا انقدر حسودی میکنی؟ فر همین هم در روایت داره اگه مؤمنین حسودی نمیکردن، من خانه ناودون خانه کفار رو هم طلا قرار میدادم. یعنی انقدر به این کفار میدادم که حتی ناودون خونه‌شون هم طلا کنن. ولی خدا میگه این مؤمنین خیلی حسودن، من اگه این کارو بکنم دیگه جلز و برجشون در میاد، خیلی داد و بیداد میکنن، غرغر به من زیاد میکنن. برای همینم تو قرآن میگه هیچ وقت چشتون رو به مال دیگران و دارایی‌های دیگران و امکانات دیگران ندوزید. نگید خوش به حالشون، اینا چقدر ببین دارن، چقدر بهره مندن، نگاه کن همه چی هر چی میخوان هست. سهم او از بهش تامینه، باید بهش بده خدا، بیشتر از اینم بهش بده ایبی نداره. تو چرا انقدر حسودی میکنی؟ و ان لم یفعل، حالا اومدیم و از مالش خوب نکرد، چیکار میکنه با یه همچین آدمی؟ میگه لااقل یه مرگ خوب بهش میده، یه مردن خوب، همچین بی درد سر عمر طولانی بهش میده. بعدم بی درد سر یه شبی که خوابیده تو کمال سلامت یه سکته کوچیک میکنه و میمیره، نمیذاره درد بکشه. چرا؟ چون این مستحق درد کشیدن تو دنیا نیست. دردهای دنیا نصیب آدم حسابیا میشه، آدمایی که خار و ذلیلن خدا میگه از سهم بلا بهشون تو دنیا زیاد نمیدیم، چون اینجا اگه بلا بکشن آدمای خیلی پستین، حجم گناهاشون خیلی خیلی بزرگتر از اون هستش که با بلاهای دنیا از بین بره. بلاهای دنیا فقط میتونه حجم گناهان کم رو از بین ببره، یادتون باشه.
فراموش نکنید، یادداشت کنید، بلاهای دنیا فقط حجم گناهان کم و آلودگی های کم رو از بین میبره. اینم مخصوص آدم حسابی هست. آدمایی که آدمای خوبی هستن، یه موقعی ازش یه گناهی سر میزنه، یه اشتباهی سر میزنه، معصیتی میکنن، خداوند با بلاهای دنیا مثل فقر، مثل بیماری، مثل بد مردن، ها گاهی وقتا با این چیزا آبروش میبره. اما یه کسی که معصیت کار حرفه‌ایه، یه کسی که دشمن خداست، یه کسی که عرض کنم خدمتتون که خدا میخواد پستش بکنه، آدم پستی هست، این بلاهای دنیا نمیتونه کفاره گناهان او باشه. بلاهای دنیا نمیتونه کفاره گناه باشه. فإن لم يفعل حوّن عليه الموت. خب ان شاء الله بقیه بس برای بعد بپردازیم به سوالات. سوال خوبی کردم، فهمیدم مشکل من این است که نمیتوانم بفهمم و درک کنم کدام بلا از جانب خودم است و کدام بلا از جانب خدا. اینو بیشتر هفته بعدم توضیح میدیم. اما نگاه کنین، شما بلاهایی که از جانب خداست، یعنی بلاهای ناخواسته سرتون میاد یا از جانب خداست، راجع به این تقسیم بندی قبلا صحبت کردیم توی همین جلسه. ما گفتیم بلاهایی که اجر داره بلاهایی هست که انسان ناخواسته سرش میاد، نه بعدی که خب مثلا مسواک نمیزنی دندون درد میگیری، خب این خودت سر خودت در میاری، بهداشت رو رعایت نمیکنی بدن درد میگیره، غذای لازم رو، ویتامین لازم، میوه لازم، سبزیجات لازم رو نمیخوای، پوستت خراب میشه، زشت میشه، مواد ریزش میکنه، این داری خودت داری برای خودت سر خودت در میاری، به خدا هم ربطی نداره. خدا خودش میفهمه که اثر کارش هست یا نه. نه، امکان نداره که انسان مؤمن باشه دچار هیچ رنج و سختی نشه، یه همچه امکانی وجود نداره. در تا امام زمان توضیح دادم، اون هفته هم توضیح دادم جلسه قبل، همون کتاب آشتی با امام زمان رو و عزادار حقیقی رو مطالعه کنید تا بدونید که نسبت به امام زمان چه وظیفه‌ای دارید. سوال خوبی کردن، آیا سختی ها هم شامل کسی که خدا را فراموش کرده و حتی نماز نمیخواند و به خاطر تنبلی خودش و خوشگذرانی صاحب خانه او را بیرون انداخته و زن و فرزندش سربار دیگران شده است هم می شود یا نه مخصوص مؤمنین است؟ نه، اینجور آدم ها هم بلا دارن. جلسه بعد توضیح میدم چرا اینجور آدم ها بلا دارن، علتش رو توضیح بدم الان، بعد هفته بعد مفصل می خونم. علت این است که خداوند برای بعضی های همچین بلاهایی که اینجوری هست، آدم ها اینجوری هستن، بلا میاره تا توبه کنن، برگردن. و در واقع بلا مذکر هست، هشدار هست بهشون. در ارتباط دعا در جلسه شرح صحیفه سجادی شنبه هامون یه هفته در میونه دیگه توضیح دادیم که بعضی از دعاهایی که ما میخوایم در واقع بلاست که از خدا میخوایم. انسان باید معرفتش رو نسبت به نوع خواسته هایی که از خدا میخواد بالا ببره که یه موقعی بلا نخواد از خدا. گاهی وقتا به ما میگن این چیز صلاح نیست، ما هم اصرار میکنیم که خدای به من بده اینو، خدای حتما به من بده. بعدم خدا میده میبینه که همش بلا بود، فکر میکردی لذت داره ولی اینجوری نیست، فکر میکردی خوشبخت میشی ولی خوشبخت نشد. یه بنده خدایی بود، خیلی آدم پولداری بود، این یه همسایه‌ای داشت که این همسایه پیرمردی بود که حالا من پینه دوزی میکرد چی کار میکرد، خیلی آدم خوش اخلاق و خوبی بود. بعد این بنده خدا که وضع مالیش خوب بود، خیلی دلشوره و استراب و نگرانی همیشه داشت، درهای خونه هاشو میبست، چند تا قفل میزد، شبا هم تو خونه خوابش نمیبود. و میدید این همسایش راحت در خونه هاشم باز میذاره، همین پیره مرده خیلی همیشه شاد، شنگول، خندان، بعد خیلی آرومه. حسرت میخواد که یه بار مثل این بشه، کاش میشه من مثل این میتونستم بخوابم درست. خلاصه از این مرده خوشش میاد، یه روزی یه مبلغ زیادی پول به این هدیه میده چون از این خوشش میاد. گفته این آدم به این خوبی حیفه، مثلا حالا چرا انقدر تو فقر باشه، من یه کمک مالی بهش بکنم. یه پول خیلی هنگفتی بهش داد. این پیرمرد دید عجب پول بهش رسیده ها. بعد شب میخواست بخوابه، بعد گفت حالا این همه پول دست من هست، من چیکار کنم؟ این یه دوز نید ببردش، مجبور در خونه‌شو ببنده. در خونه رو بست و بعد شب گفت نهی کنه حالا اجازه در رو باز کنم بیان تو. خوابش هم نمی بود، هی تا صبح بر می رفت اینجوری می کرد اونجوری می کرد، غلط می خورد. بعد صبح پاشد رفت در خونه همسایه گفت با این پولتو بگیر، دیشب نداشت ما بخوابیم راحت، ما زندگی خوشی داشتیم با این پولا خرابش کردیم. حالا گاهی وقت آدم نداره خیلی راحته، وقتی داره هزار یه جور دلشوره داره. الان بعضی عزیزان که دارن بعضی از چیزا رو که خودم ندارم نگاه میکنن،
بعد میبینم چقدر من راحتم. اصلا این طرف ماشین داره 30 دفعه پا میشه میره بیرون و میاد، نگاه میکنیم اون کسی دست نزنه بهش، خط نندازه بهش، نمیدونم ندوزیده باشدنش، آسیبی نرسیده باشه، ما راحت میشینیم اینجا. هر وقت هم بخوام بریم به قول استاد میگم همه ماشین خیابون، ماشین جاده مال خود ما هستن دیگه، هر کدوم بخوام سوار میشیم. این بعدا تا آخر باید مثلا یه ماشین سوار شه، ما نه، ما متنوع سوار میشیم، یه بار پیکان سوار میشیم، یه بار پژو سوار میشیم، یه بار سمن سوار میشیم. خوبه دیگه. بعد من اینجوری خیالم راحت، کسی هم نمیدوزدشش، راحت تو ماشین هم میتونیم بخوابیم. یکی کسی میگفتش چرا ماشین نمیخری، گفتم خب من ماشین میخرم کی بخوابم. بله، بد اخلاقی هایی که دیگران در حق ما میکنن، غرغر کردن ها و بد اخلاقی هایی که در حق ما میکنن، اگر خودمون مقصر نباشیم، حماقت نکرده باشیم، خودمون برای خودمون فراهم نکرده باشیم، ثواب داره، کفاره گناه هاست، درجه هم هست. حالا بعدا توضیح میدم اینا رو. بعضی ها فکر میکنن بلایی که برایشان پیش آمده از نادرست تصمیم گرفتن خودشان است. آیا این بلا نیز میتواند بلایی باشد که ما آن را از بین برنده گناه و نزدیک کننده؟ بله، بلایی که خودمونم مقصر هستیم درش میتونه کفاره برای گناه های ما باشه. یعنی در واقع همون تصمیم اشتباه دیگه. تصمیم اشتباه که میگیرید بلا میاد سرتون، در واقع جبران همون تصمیم اشتباهتون هست. در مورد ازدواج در سیدی میثاق مقدس توضیح مفصل دادیم که چیزی به اسم قسمت وجود نداره. ما میگیم قسمت بود من با این ازدواج کنم، نه، توضیح دادیم کامل که ما خودمون هستیم که انتخاب میکنیم. اون عزیزان اگه خواستن تو این زمینه به همون سیدی های میثاق مقدس و ازدواج دختر و ازدواج پسر رو دقیق گوش کنن تا این مسئله براشون حل بشه. اگر فلسفه بلا و مصیبت تقرب به خداست، پس موضوع عمل و عکس العمل مطرح نیست، به این شکل که هر اتفاقی که برای ما میفتد نتیجه اعمال ماست. سوال کردن این عزیزمون حتما جدید اومده سر جلسه. ببینید، ما گفتیم بلا دلایل مختلف داره، یکیش تقرب به خداست، اما همیشه اینجور نیست. الان تو بحث امروزمون این حرف ما نزدیم. آیا سحر و جادو صحت دارد؟ تو سیدی سحر و جادو رو که صحبت کردیم مفصل توضیح دادیم راجع به سحر و جادو. بگیرن عزیزان سحر و جادو رو گوش کنن، هم اون رو یاد بگیرن، هم که چگونه با سحر و جادو مقابله کنن، توضیح دادیم اونجا. با این روایاتی که در مورد لطف خدا و عذاب و بیماری گفتید، یعنی همه انسان‌هایی که در این دنیا زجر می‌کشن وقتی می‌میرن به بهشت می‌رون، همین طور هم هست، اکثر انسان‌ها به بهشت می‌رن به رحمت خداوند تبارک و تعالی، همین جور هم هست. بله، اگه یک کسی بی ادبی کرد و فحاشی کرد، شما می‌تونید برای تنبیهش باش حرف نزنید. برای نزدیک شدن به خدا و توبه نصوح کتاب معرفی فرمایید تا ما مطالعه کنیم. این عزیزی که این نوشته باید بیاد برنامه بگیره، جدول بگیرن از خانم طاهری پر کنن، براشون برنامه ریزی بکنه، برنامه مطالعاتی و علمی و معنوی بریزیم براشون تا به خواستشون برسن. توضیح شده اگه انسان گناه بکنه و بلا نبینه خطرناکه، باید حتما توبه بکنه، حتما نوع گناهش یه جوری هست که خداوند میخواد اینو تو جهنم عذاب بکنه یا بعد از موت. خیر، سلامتی سرمایه، مرگ راحت، زندگی راحت داشتن منافات با ایمان و تقرب به خدا نداره. انسان مؤمن میتونه همه اینا رو هم داشته باشه، ولی به هر حال یه نوع بلاهای خاصی هم سرش میاد، یه زجرهایی هم باید بکشه، برای که خداوند میخواد. چون امام خمینی رو نگاه کنید، امام خمینی عرض کردم اون هفته خدمت شده از قبل، خب امام خمینی آدمی نبود که گناه بکنه. هیچ کس، بزرگان، مراجع، اولیاء خدا گفتن تو تمام عمر ما از ایشون یک بار هم مکروه ندیدیم، چه برسه گناه ببینیم، مکروهش هم ندیدیم. ولی ایشون 10 سال، نزدیک 10 سال اواخر عمر همش سرطان داشت و درگیر سرطان بود. بلا فقط کفاره گناه نیستش، بلکه بعضی از درجات هست که انسان با بلاها باید بهش برسه. برای همین ممکن هستش که انسان هیچ کدوم از اینا هم سرش نیاد، ولی به هر حال سهمی داره، باید رشد بکنه. البته ممکنه انسان سختی های زیادی رو تحمل کنه، مقامات معنوی بالایی برسه، ولی این موردی که اینجا نوشتید نمیدونم صحت داره یا نه، ولی به هر حال این صحت داره که انسان در اثر سختی ها داره مقامات و درجات و پاکی ها و قدرت های روحی زیادی میشه. نه، انسان حق نداره از خدا بلا بخواد، حرام هستش که کسی نباید از خدا سختی ها و بلا رو بخواد. یادتون نره ما موظفیم از خدا سلامتی، عافیت، پول زیاد، مال با برکت، عمر طولانی، زندگی خوش، اینا رو بخوایم. این تو دعاهای ما اومده. برای همین ما اصلا نباید دخالت تو کار خدا کنیم. ما باید تلاشمون این باشه که یه زندگی خوب داشته باشیم. اگه تو این تلاشمون یه بلایی هم سر اومد، دیگه اون رو نقنق
نکنیم، قر نزنیم و رابطمون رو با خدا خراب نکنیم، اما خود ما باید تلاشمون دائما به این باشه که بهترین زندگی رو داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد صلی الله علی محمد و آله محمد و جل فرجه.